بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. کودکان نابالغ تکلیف ندارن، ولی در چند مورد تکلیف دارن، واجباتی بر اینها مطرح میشه. به چند نمونه از اینها اشاره میکنم. یکی از اینها زمانه. اگر کودک نابالغه ولی آسیب زد به مال دیگران و خسارتی زد، اینجا ضامن هست که ولیش باید این خسارت رو بپردازه. ولی مطلع نشد، ولیش مطلع نشد، بعد از بلوغ این خسارت رو باید بپردازه. یا مثلا در دعواهای کودکانه در مدرسه، در محله، خیلی وقتا پیش میاد که بچه ها دعوا میکنن، با این دعواها زد به صورت دیگری آسیب خورد، یا اینکه سرخ شد یا شکستگی پیش آمد. این دعواهایی که پیش میاد ضامن ولیش باید این دیه رو بپردازه، ولی احیانا ولی کودک متوجه نشد، خودش میدونه که یه اینجور آسیبی در زمان کودکی به دیگری زده، باید بعد از بلوغ یا اگر دسترسی داره طلب حلالیت کنه یا دیه بپردازه. از واجباتی که قبل از بلوغ برای بچه ها پیش میاد خمسه. اگر مالی داره و این مال استفاده نشده و خمس بهش تعلق گرفته، ولیش باید خمس این مالو بده. ولی اگر ولیش مسئله دان نبود یا اصلا اعتقادی نداشت این خمسو بده، کودک به بلوغ رسید، وظیفه‌شه که این خمس مالو بده، اون موقع واجب شده بود. یا پدر از دنیا رفته، فرزند بزرگ این پدر، پسر بزرگش تکلیف نشده، ولی نماز روزه های پدر گردن این فرزند واجب شد، بعد از بلوغ باید اینها رو انجام بده. یا در کودکی این کودک دست زد به یه میتی، غسل مست میت گردنش آمد، بعد از بلوغ وظیفه داره که اگر این غسل رو نکرده این غسل مست میت رو انجام بده. مجموعه ای از این قبیل واجبات گردن فرزند پیش میاد. یا مثلا حق الناس، از جای پولی برداشته و یا میوهی بدون اجازه برداشته، خوراکی برداشته، یه اینجور موارد رو به وقتش این واجب شده بده. اگر نداده بعد از بلوغ باید این بدهی‌ها رو بده. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.